آمریکا با ایران و عراق ابراز همدردی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر شد به خاطر تلفات ناشی از زمین‌لرزه یکشنبه تسلیت گفته است. در بیانیه آمده است که ایالات متحده به فکر خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده و خانه‌هایشان در این حادثه ویران شده است. سناتور مستقل آمریکا از ایالت ورمونت برنی ساندرز از دولت پرزیدنت ترامپ خواسته است سیاست را کنار گذاشته و دست کمک به سوی ایران دراز کند. سناتور ساندرز در چند توییت ضمن ابراز همدردی با خانواده‌ها در شهرهای آسیب دیده ابراز امیدواری کرده که مانند سال 2003 و 2012 آمریکا به یاری ایران برود و هر کمکی لازم باشد ارائه کند. به نظر آقای ساندرز این فرصتی مهم برای نشان دادن دوستی است. اسرائیل نیز به نوبه خود ابراز همدردی کرده اما از پیشنهاد کمک خودداری کرده است. گفته می شود در سال 2003 پس از وقوع زمین لرزه بم اسرائیل به فکر ارائه کمک بود، اما وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران گفته بود از هر کشوری جز اسرائیل کمک خواهد پذیرفت. وزیر اطلاعات اسرائیل در یک بیانیه به مردم ایران و عراق تسلیت گفته است. در این میان دولت ایران پس از تأمل قابل توجه امروز به خبرنگاران خارجی اجازه سفر به مناطق آسیب دیده داده است. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز امروز وارد کرمانشاه شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توییت کرده است که فعلا ایران خود میتواند به آسیب دیدگان رسیدگی کند. رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران با انتشار تصاویر و عکس‌هایی از آسیب دیدگان زلزله شامگاه یکشنبه استان کرمانشاه که 432 کشته و 7817 تن در آن مجروح شدند به گفته خود تلاش می‌کند بازتاب همدلی و همدردی ملی با آسیب دیدگان باشد. حتی برخی از رسانه‌های سراسری و استانی در اقدامی بی سابقه در تیترهای خود این همدردی را به زبان کردی منتشر کردند. در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ جای ایران نیست که در غم مردم کرمانشاه شریک نباشد. این در حالی است که مردم آسیب دیده کرمانشاه اخبار رسانه‌های دولتی را نادرست می‌دانند و می‌گویند به کمک‌های فوری و ضروری نیاز دارند. برای بررسی بیشتر این موضوع علی جوانمردی از اربیل کردستان عراق با ماست. علی، چه خبرهای بیشتری از مناطق زلزله زده کرمانشاه داری؟ شهرام، چند تا موضوع هست. نخواست این که خودت گفتی، وزیر خارجه گفتی که فعلا خودمون میتونیم که کمک بکنیم، و صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که گفت حق طبیعی آسیب دیدگانه که به اونها رسیدگی بشه، به نیازهای اونها اسکان موقت، کمک به حتی بازسازی منازل. تأکید کرد، تعریف کرد از مردم کرمانشاه که در جنگ و در همیشه حامی انقلاب و جمهوری اسلامی بودند. ولی در واقع این صحبت‌ها در حالی هست که تصاویری که از اونجا بیرون میاد، ویدیوهایی که بیرون میاد و عمدتاً با زبان محلی، زبان کردی هستن، برخلاف این رو نشون میده. اولا در دو روز گذشته هنوز بیش از 1000 روستا هست که هیچ کمکی به اونها نرسیده. همه اونها ویران نشدن. برخی، حالا شاید بیشتر از 200 روستا آسیب دیدگی شدید دارن، ولی بقیه هم به نوعی آسیب دیدن. به هیچ کدوم از این روستاها به ویژه در مناطق مرزی رسیدگی نشده. امروز حتی آقای روحانی وقتی که صحبت میکرد از در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشد، زمانی که از کمک سپاه پاسداران به مردم صحبت کرد، مردم برای آقای روحانی هورا کشیدند. برای چند ثانیه صحبتاش حتی قطع شد به نشانه اعتراض به آنچه که از سپاه دیدن و خبرهایی که منتشر میشه. در حال حاضر شهرام، به غیر از شهرهای سرپل، ذهاب، قصر شیرین، سلاس باجانی که این شهرها هستند که آسیب دیدگی زیادی، نسبتا زیادی داشتن و تا حدی به اونها رسیدگی شده، ولی باز هم در اونجا مردمی که ویدیوهای خودشون رو میفرستن، عکس‌ها رو میفرستن، صحبت از اونجا، همه در یک نکته متفق القول هستن که به غیر از آب به اونها چیزی نرسیده. در مواردی هلال احمر مثلا خرما به اونها رسونده که میگن خرماهای کرم زده است، غذاهای تاریخ مصرف گذشته به اونها دادن. وضعیت بد هست، حتی برخی میگن که ممکنه یک فاجعه رخ بده. دو روز هست خیلی‌ها غذا نخوردند و هیچی ندارن به غیر از آب، و این وضعیت در شرایطی هست که به هر حال میدونی که رسانه‌های جمهوری اسلامی تاکنون گفتن که وضعیت خوب هست و رسیدگی هم در حد مطلوب هست، ولی آنچه که صدایی که از مناطق آسیب دیده شنیده میشه برخلاف این رو نشون میده. درسته. حالا علی، با توجه به گستردگی خرابی ها
ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا از توان دولت خارج نیست که به این سرعت به هزاران تن از این آسیب دیدگان کمک رسانی بکنه؟ شهرام، خود مردم منطقه میگن چند روز سرها قبل از این زلزله همون منطقه به ویژه ایلام و کرمانشاه میزبان چند میلیون نفر بود. 3 میلیون نفر رو جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کاروانهای 40 امام حسین که به کربلا رفتن اونها رو غذا دادن. یعنی 3 میلیون نفر برای 10 روز غذای مجانی، عراقی و ایرانی زائر. یعنی توان جمهوری اسلامی ایران آنچه که خود مردم میگن بیشتر از این هست. در حال حاضر 3 میلیون نفر نیستن مردم کرمانشاه و به سادگی اگر جمهوری اسلامی بخواد میتونه که به آسیب دیدگان کمک های بیشتری برسونه که دست کم از این وضعیتی که خودشون بسیار ناراضی هستن و حتی امکان کوتاه بگم امکان این هست که ناآرامی اونجا پیش بیاد اگر این وضعیت ادامه داشته باشه. یعنی گزارش هایی هست مردم میخوان هجوم ببرن حتی به سوپرمارکت ها و مراکزی که فکر میکنن که اونجا غذا هست، این اتفاق هم ممکن هست بیفته. ممنونم از تو علی جوانمردی. در بخش بعد منتظر گزارش های بیشتر از تو خواهیم بود.